این روزها بازار خودروی ایران برعکس خیابان‌های شلوغش خلوت است. فروشنده هست، خریدار هم همینطور، ولی معامله چندانی صورت نمی‌گیرد. مشکل قیمت است. خریداران فکر می‌کنند خودروهای ساخت داخل به نسبت کیفیتشان گرانند. فروشندگان در مقابل می‌گویند هزینه تولیدشان بالاست و قیمت‌ها باید واقعی شوند. این مشکل چند سالی است وجود دارد، مخصوصاً بعد از سقوط شدید ارزش پول ایران. با 3 برابر شدن قیمت دلار، بعضی هزینه‌های خودروسازان که وابسته به واردات بود، بالا رفت. آنچه الان فرق می‌کند این است: چشم‌انداز حضور دوباره خودروسازان خارجی با مدل‌های جدید در بازار ایران بعد از رفع تحریم‌ها. خیلی خریداران دست نگه داشتند تا به جای خودروهای داخلی از این ماشین‌ها بخرند. ایران شرایط لازم برای ورود خودروسازان جهانی رو داره. بخش عمده ای از جمعیت پول دارن، به برند علاقه دارن، به کیفیت اهمیت میدن. برای خودروسازان غرب اروپا که بتونن وارد بازار بشن، سود بالقوه بزرگی وجود داره. بازار خودروی ایران جای زیادی برای خودروهای جدید دارد. در آمریکا از هر 1000 نفر 790 نفرشان دارای خودرو هستند. این رقم در آلمان 450 و در ایران فقط 175 نفر است. وزیر صنایع ایران میگوید میخواهد در 10 سال آینده تولید خودرو را به 3 میلیون در سال برساند، تقریبا 3 برابر رقم کنونی. بخش عمده ای از این افزایش تولید مشترک با سازندگان خارجی خواهد بود، ولی هنوز تا وقتی بشود محصول توافق هسته‌ای را در خیابان‌های تهران دید، زمان زیادی باقی مانده. تا وقتی مذاکرات خودروسازان خارجی و داخلی برای تولید مشترک به نتیجه برسد و محصولشان از خط تولید کارخانه ها بیرون بیایند. اما آثار رقابتی بازگشت احتمالی خودروسازان خارجی همین حالا پیداست. در شبکه‌های اجتماعی کارزاری برای نخریدن خودروهای داخلی به راه افتاده تا آنها مجبور به بهبود کیفیت تولیدشان شوند. گزینه‌هایی که هم تولید داخل را حمایت کند و هم مشتری‌های ناراضی را.